بسم الله الرحمن الرحيم. مركز انتشارات مسجد وزير محمد اكبر خان تقديم ميكونت سلسله خطبه هاي نماز جمعه از دكتور محمد اياز نيازي. الحمد لله والصلاه والسلام على سيد الخلق محمد رسول الله وآله واصحابه ومن والاه. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از این که به واقعیت زندگی خود و جامعه خود اگر نظر میکنیم، هر مرضی که تبارز میکند مکلفیت داریم که در چوکات شریعتی مبارکیمان، ارشادات قرآن و سنت و دین مبین اسلام ما بکوشیم تا اینکه او تشخیص شود و بالاخره تداوی شود. یک جمله امراضی که دامنگیر این ملت بیچاره مظلومی در بدر است، او فقدان قانونمندی. فقدان قانونمندی گفتم به این معنا، یا قانونی وجود ندارد و یا قانونی هست ولی در زندگی تطبیق نمی شود. تمام کائنات از بزرگترین کهکشانها و منظومه های شمسی تا کوچکترین فرد که ما و شما مورچه میگیم، اگر به دقت نظر بکنیم در چوکات قانونی دقیق سنجیده شده، پلان شده حرکت میکنه. به جهان مورچه میریم، کاش برابر جهان مورچه در جامعه ما اگر برابرم نمی بود 50%، ما طبق نظام زندگی می داشتیم. خداوند جل ذکره در قرآن مبارک سوره را نازل کرده است به نام سوره النمل. یک انسانی که فهم عمیق نداشته باشد شاید سوال کند. مشرکین سوال میکردن این چه گپ است که گای قرآن از عنکبوت صحبت میکنه و گای هم از مورچه، گای قرآن از زنبور عسل صحبت میکنه و گای هم از پشه. قرآن بدون شک قصه نمی سراید. در هر حکایتی که قرآن او را تناول کرده و ذکر شده و ذکر کرده است، در او درس است و مشعل راست برای انسانها. وقتی که دقت میکنیم در سوره نمل و در جهان مورچه، سلیمان علیه السلام با لشکرشان در حرکت است، از مسافه چند کیلومتر را مسئول مورچه ها و یا پادشاه مورچه ها با آواز بلند ندا می زند به مورچه ها که یا ایها النمل، ای مورچگان، ادخلوا مساکنکم، داخل لانه های خود شوید، داخل خانه های خود شوید، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، تا این که شما را زیر پای نکند سلیمان و لشکر شنوا متوجه نیستند. شما مخلوق کوچکی هستند، متوجه نمی شوند شما را زیر پای نکنند. ادخلوا مساکنکم، ای فرمان الله هست. یعنی چی می آموزیم؟ مسئولیتی بوده است، نظمی وجود دارد، نسق وجود دارد، حتی گفته میتونیم که قانونی وجود دارد و پادشاه
و یا ملیکه با چه شکل از رعیت خود حراست میکند. در خانه خو نیست. قالت نملتون، علما میگن این نمله یعنی مورچه، این پادشاه و ملیکه مورچه ها مسئولیت بزرگی را به دوش گرفته و چهار اطرافی قلمرو رعیت خود میگردد. وقتی که با مسافه دور احساس خطر میکند، به رعیت خود قمانده میتد که در اینجا متوجه باشند که خطر متوجه تان است، خطر پیش روست. چی بیاموزد از این مورچه بیچاره؟ انسانی که به او کلام خدا آمده است، انسانی که به او شریعت آمده است، انسانی که به او قانون آمده است، انسانی که خداوند به او عقل داده است، و انسانی که همه کائنات در خدمت اوست. وقتی که از یک مورچه پایین تر باشد، چه جایگاهی به او باقی میماند؟ متوجه باش. این از هدف قرآن، از ذکر قصه مورچه. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اجا سليمان پیغمبر است، پادشاه مسئول است. فتبسم ضاحكا من قولها، وقتی که ندای مورچه را که شنید، حضرت سليمان تبسم کرد، چون خداوند جل ذکره این ویژگی و خصوصیت به حضرت سلیمان داده بود که زبان حشرات، پرنده ها و مخلوقاتی که خداوند آفریده است سلیمان می دانست. چنانچه در خود سوره و علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، سلیمان می گه علیه السلام به ما زبان پرنده ها را خداوند یاد، و از هر چیزی که نیاز داریم خداوند برامان داده است. با داشتن این همه، ولی باز هم تکبر نمی کند. با داشتن این همه ویژگی ها، این همه خصوصیات، این همه صفات و این نعمت های بزرگ پروردگار، فتبسم ضاحکا من قولها و قال، و گفت سلیمان ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان پیغمبر از پروردگار توفیق می خواهد که در برابر این نعمت بزرگ، امروز در جهان با وجود تکنولوژی پیشرفته که می تاند که صدای مورچه را تشخیص بده که مورچه چی میگه. ای وحی الهی، این نعمت بزرگ پروردگار است که بدون کدام به اصطلاح وسیله یا واسطه از مسافه دور و دراز خداوند جل ذکره صدای مورچه را به گوش سلیمان میرساند، و سلیمان در اینجا به پروردگار خود رجوع میکند، از الله تعالی توفیق بیشتر میخواهد که به او توفیق شکر بده که شکر نعمت پروردگار را به جا بیارد. میبینیم در این جهان دوستای عزیز، در جهان مورچه کما که وارد دقت بکنیم، درس بگیریم. به فکر ما یک قانوندان پیش از اینکه با فرا گرفتن قانون به فرانسه و به اروپا برود، اول قانون خدا را بخواند، بل قانون طبیعت را بخواند. با حشرات بشین، از یه حشره کوچک، نه مکلف است، نه نماز است بالاش، نه روزه است، نه چیزی است، ولی به اساس حکم تکوینی خداوند جل ذکره اراده کرده است که در اینجا باید نظامی وجود داشته باشد. مورچه، یک مورچه پیدا میشه، یک دانه شکر پیدا میکند. متوجه باشیم که بعد از یک چند لحظه و چند دقیقه میبینیم که به جای یک مورچه 15 مورچه جمع شده است به دور دانه شکر. در این چه حکمت است؟ روح خودخواهی نیست، روح تعاون و همکاری است. اینه تو باید انجام میدادی. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه،
مؤمن شده نمی تواند هیچ کدام از شما تا به وقتی که آنچه را که به خود می پسندد به برادر مؤمن خود نپسندد. ما خودت به کیلومتر بل به کیلومترها دورتر هستیم از این روح تعاون و همکاری، ایثار، فداکاری، بلکه در مکتب محمدی علیه الصلاة و السلام و در میان شاگردان رسول صلی الله علیه و سلم این روح تجلی می کرد. روح تعاون و خیرخواهی، ایثار و فداکاری. در یکی از غزوات که غزوه احد، گرمی بود، مشکلات بود، تشنگی بود، گرسنگی بود، فقر بود، حتی تعداد زیادی از مجاهدین اسلام از یاران پیغمبر علیه السلام زخمی به زمین افتیدن. حضرت ام المؤمنین عایشه با تعداد از زنان مؤمن و مجاهد مشکه های آو انتقال می دادن به مجاهدین زخمی و مجروح، کاسه های آب توزیع می شد. وقت کاسه آو پیش می شد به یک مجاهدی زخمی و مجروح در حالی که او از تشنگی کامش چسبیده بود، زبان به کام چسبیده بود، ولی می گفت به برادرم به امکان داره، امکان داره که او از من بیشتر ضرورت داشته باشد، به برادرم بتیره. و او پیش می شد می گفت به برادری پهلو فیلم بده، شاید که او بیشتر ضرورت و نیازمندی داشته باشد. حتی کسی که آوه توزیع میکنه در یک صف تا به آخر صف، هیچ کس نفس خود ضرورت و نیازمندی خود به ضرورت و نیازمندی برادر ترجیح نمیده. میگه وقتی که بر میگردم میبینم همه شهید شد. باید ما اینطور میبودیم. ما از یک مورچه که احساس ما پایین آمده است، همه چیز را به خود میخواهیم. وقتی که شکم خودمان پر شد به اولادمان، اولادمان پر شد به برادرمان، از برادر به اقاربمان، از اقارب به قوم، به سمت، به منطقه. این اسلام نه اسلام، از اسلام به فرسخ را دور هستیم. حتی از وجدان، از تعاون، از انسان دوستی به مراتب دور شدیم. یک مرچه وقتی که یک دانه شکر پیدا میکند، میبینیم که با چی شکل انتقال میده این پیام به دیگرا. بعد از چند لحظه میبینی که در اونجا انبوهی از مرچه ها جمع شد، همه اشتراک میکنند در یک دانه شکر و یا شکاری را پیدا میکند. میبینی که همه جمع میشه دست به دست داده، در حالی که جسدی که در اونجا جسدی ملخ از هر چی که هست از توان مورچه بالاست، یک مورچه نمیتاند که او را انتقال بده. همه دست به دست داده، میبینیم که همگی به یک سمت روان هستند. همکاری است، تعاون است، نظام است، تعاون است، همکاری است، فداکاری است، احتیاط و تخزین است برای آینده، احتیاط و تخزین است برای آینده. ما چه تخزینی داریم؟ هر آنچه که از پیش آمد خوش آمد، خیر، توکل به خدا. امروز سیر باشیم، خداوند فردا رزاق است. این توکل نیست، تواکل است. خدایی که خالق تو از نظام را وضع کرده است که در فکر امروزم باش، برای فردای خود حرکت بکن. نظام الهی است، به فکر امروزم باش، به فکر فردای خود باش، به اسباب چنگ بزن، نتیجه را به خداوند بگذار. این مفهوم توکل است. این نیست تمام وقت ضایع میشه. در یک ششتن جمع شدگی یک هفته خلاص، در یک ششتن، در یک دعوت، بامو آب و تاب، با تمام انواع اسراف و تبذیر، خیر، آفرین به بچه فلانی، به فلانی چی یک دعوتی داد. 25 نو غذا بود، خلاص نمی یک دعوت، همه چیز خلاص شد،
باز انتظار. دوستای عزیز این نظام نیست، این زندگی نیست. ما و شما با قهقرا روان است. اینجاست که عنوان صحبت امروز قانونمندی و یا زندگی منظم و اثرات مثبت آن در تأمین عدالت و اصلاح جامعه. با جهان زنبور عسل سر بزن. سوره در قرآن به نام النحل، آیا هدف از ذکر این سوره و یا ذکر زنبور عسل فقط قصه فیزیکی و بیولوژی است که خداوند از تکوین و ترکیب زنبور عسل بحث میکنه؟ نخیر، درس بزرگ است برای انسان. قیادت است، اتباع است، پیروی است. و اوحى ربك الى النحل، پروردگارت وحی کرد، الهام کرد به نحل، به زنبور عسل. ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، از کوها لانه اختیار کن، از درختان لانه اختیار بکن، و از جایی که به اصطلاح امروز ما و شما مردم فارمداری میکنن. ثم کلی من کل الثمرات، وحی الهی را ببین. مراد از وحی اینجا وحی نبوت نیست، الهام الهی است، توجیه رب العالمین است، توجیه تکوینی. ثم کلی من کل الثمرات، بعد از آن از تمام انواع میوجات بخور. فسلکی سبل ربکی ذللا، ببین به مرچه و زنبور عسل چطور خطاب الهی است، به چه قشیوه زیبا. فسلکی سبل ربکی ذللا، پس پیروی بکن، حرکت بکن در راهی که پروردگار خواسته است، از او منحرف نمیشه. فسلکی سبل ربکی ذل یخرج من بطونها، این همه به خاطر چی؟ به خاطر تو. این همه به خاطر این مکلفیت تکوینی از زنبور عسل، زنبوری که وقتی که نشش در وجودت میرسه توان و طاقت نداری، ولی وقتی که عسلی که از وجودی از او خارج میشه به زبانت میرسه، به تمام انواع امراض شفا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، شکمی از او بیرون می شود، از وجودی از او بیرون می شود. مشروب یا شراب به معنای عسل، با داشتن انواع رنگها. خداوند می فرماید که دو برای انسانها شفاست بدون شک. زنبور عسل در خدمت توست، ولی نظامی را که خداوند وضع کرده است برای حرکت و برای زنبور عسل، او از او یک ذره از ذره ها تخطی نمی کند. حتی به تجربه رسیده است که کسی که از حلقه جماعت بیرون می ماند با فرمان ملکه، او باید اعدام شود، او باید کشیده شود. چرا؟ نافرمانی کرد. این همه به خاطر توست. فیه شفاء للناس، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در این بیان الهی، در این قصه، در این حکایت بزرگترین دلیل است برای قومی که تفکر میکنن، فکر خدا به کار میبرن، نه برای قومی که یتعکلون، شکم به خدا پر میکنن. وقتی که عسل میخوره، و از کجا آوردی؟ چقدر از همی باز یک چند کیلو روان کن، یک چند لحظه خو فکر کن که چی تویی است، از کدام کارخانه برآمد، سری کارخانه ازی فکر کن، سری خالقی ازی فکر کن، سری مکلفیتی ازی زنبور فکر کن، سری قرآنی که دهی بار نازل شده است. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، برای قومی که تفکر میکن، فکر خدا به کار میبره، عقل خدا به کار میبره، درس میآموزد، درس نظام و قانون پیروی میکن. دستای نهایت عزیز این شکل وقت که این نظام را ببینیم در گردش سیاره ها، هیچ سیاره اجازه ندارد که از مسیر خود انحراف کند.
هیچ سیاره اجازه ندارد که از مسیر خود یک ذره انحراف کند. چرا انحراف هر سیاره از مسیری که الله تعالی اراده کرده است باعث تباهی کائنات است. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شنا میزنن حالا در فلک الهی همه شنا میزنن، شنای منظم. اجازه ندارد آفتاب از ماه سبقت کند و ماه از آفتاب سبقت کند، شب از روز شب سبقت کند. وقت منظم در چوکات قانونی که الله تعالی اراده کرده است همه در حرکت است. و تو بسم الله ما شاء الله چه نام داری؟ عبدالرحمن، ولدی عبدالرحیم، دین اسلام، به رسول الله ایمان، دیگه به چی؟ به قانون خدا، به قرآن خدا. در کجای قرآن آمده است که از او طرف موتر آمده در سمت مخالف روان است؟ نام اسلام، مسلمان، مومین. تو برابر یک سیاره که او شعور ندارد ولی از نظام خدا تخطی نمی کند، در روزی صدها نفر از تومه اجل می سازی. عقلم داری، بریکم پشت است، جلوم پشت است، اختیارم پشت است، ولی در شکم مردم هم رای موتر داخل میشه. تو چی؟ تو انسان هستی، تو که خود انسان مینم. پس اوقات ای همگی دوستا و بیادرها نمیشه زندگی میکنی، میبینی که در یک جا متاسفانه ترافیک خواه است، ای موتر در او موتر داخل شده، او موتر در ای موتر داخل شده، او در او طرف رفته و ای در ای طرف رفته. تو انسان هستی از برای خدا، مسلمان در پالوی ازی. این دین، دینی نظام است، دین قانون است. و همزمان در اینجا ایثار، چه معنی ایثار؟ منفعتی برادری مسلمان تا به منفعت خود مقدم کردن، یک قدم پیش از قانون وضعی، قانون تو را مکلف ساخت است که خودخواهی نکن. برادر مسلمان شما بفرمایید نه، حالا اقل در چوکات قانون از حق خود تجاوز نکن. در تو ایثار نبوده، در تو متاسفانه احساس نبوده، مکلفیت شرعی خود درک نمی کرده، چرا نظام مختل می سازی؟ رابندان است. قسم به خدا اگر ما طبق ایمان و مکلفیت شرعی من و احساس این که برادر مسلمان من راه بدیم با روح تعاون، ولا اقل اگر در این مستوا نیستیم پایین تر، حق خود بگی در حق دیگر تجاوز نکن. بله حق تست حرکت بکن، حق تست حرکت بکن، مکلفیت داری که توقف کن، حرکت حق، توقف مکلفیت، هیچ مشکلی رخ نمیده. ولی حیران مندیم چی چاره کن؟ این مرض به شکل اوبا همه را گرفته است، هیچ کس نیست که از این مرض خالی باشه، همه گی مبتلا به این مرض است. و اثرات منفی از این اختلال نظم، حوادث ترافیکی، جار و جنجال، و بس اوقات میبینیم که یک تفلک یا یک خانمی کهنسال، مردی کهنسال، وقت گرمی از همین رابندانها. رابندان چی معنا؟ ولا میگه عدد موتر زیاد شده است، به فکر ما درست است، شهر کابل ما گنجایشی این اندازه ترافیک یا موتر نداره. چرا؟ سرک 35 سال 40 سال قبل و موتر برابر نفوسی وقت. خب ای خو هیچ کس از این حقیقت انکار کرده نمیتواند که قانونی وجود نداره اصلا. قانونی وجود اگر هست هم اولین متخطی از او مقننش است یا مجری قانون است. از طرف میبینی که بسرعت موتری اردوی ملی روان است، با غذا روان است، با جنگ روان است، هیچ احساسی نیست. چی گفت از خیریتی است؟ از طرف میبینی که تا 15 کارتن کلان، شش موتر از پشت سر، از پیش رو، شش موتر از عقیب، همه سرکا بند است. از برای خود ای کیست؟ ای از کجا آمده است؟ راهبندان، این مجری قانون،
این مجری قانون که خود مرتکب همین جرم می شود و نتیجه این تخطی و خلاف قانون، خلاف حتی همه ارزش های انسانی و اسلامی، نتیجه از این راه بندان در خطی منعکس روان است. پلیسی بیچاره هم از سر دو دسته سلامی میزهاز برای خدا. تاکسیران بیچاره را خود سر و پوزی از این ازدی شکستان دید. حالی این چرا؟ میگه زوری ما به این میکشم. برابری ببین دوستای عزیز، مشکل ببین. در اینجا خداوند میگه لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر. چی میخوانی از قرآن؟ وللیل سابق النهار لشمس و ینبغی لها. مناسب نیست برای خورشید ان تدرک القمر که مسابقه بکند و یا اینکه سبقت بکند، مسیر خود تغییر بتاد یا از ماه پیش برود. نخیر، در مسیری که الله اراده کرده است از او یک سریمو انحراف نمی کند، وگرنه از پیش رو مشتری میاد از این طرف مریخ با هم میزنن. نه، ای در مسیر خود در حرکت است طبق اراده الهی و او در مسیر خود در حرکت است طبق اراده الهی و جماد است، روح ندارد، عقل ندارد، ولی اراده الهی تطبیق میشه. تو بخلاف جسد خود حرکت میکنی، بخلاف جسم و جسد و بدن خود حرکت میکنی. چه معنی؟ جسد تو نشو و نماز، دیدن، بویدن، تمام حرکات جسد تو طبق اراده الهی است. وقتی خاص که دو چشم داشته باشی، دو چشم بینی داشته باشی، دو غار، دو سوراخ، بلی، دو گوش، بلی، یک زبان، بلی، هر چیزی را که خاص اموتر شد طبق اراده الهی خلقت توست، نه به اساس خرافات ماتریالیزم که به اساس تصادف خلق شده باشه. خلقتت برات عبرت هست. ولی متاسفانه این دستگار تو منعکس استعمال میکنی، به خلاف اراده الهی ای را تو استعمال میکنی. مطابق اراده الهی خلق شده است او بخلاف اراده الهی تو ایره حرکت میتیده. انجاز بدبختی، انجاز حلاکت و انجاز دوستای عزیز ناک. قانون دو قسم دی، یو تکوینی قانون کم مثالونه چی ذکر شو ده کائنات و پبارکی، ده حشرات و پبارکی، ده مخلوقات و پبارکی، ده خلقت پبارکی، ده طول تکوینی قانون دی. ستا پا کسی اراده نشت، ده متحرک پا کسی اراده نشت، ده الله تعالی ده اراده مطابق حرکت کیگی. اول تشریعی قانون. تشریعی معنا داده چی؟ الله جل ذکره کلا چی ما اتاتا عقل را کری درک او دلته یو قانون وزغه کوچی ده اغا پرانا که مونگ او پیجنو چیز مونگ خالق سوک دی، مونگ عباس پیدا شوی نیو، ده یو لوی هدف ده پارا پیدا شو. عباس نه، هدف اغا چی ده؟ ده الله عبادت، ده زمکی تعمیر او پا مخلوقاتو که پا انسانانو که تأمین ده عدالت. مونگا دا الله تعالی دا قدرت مظهریو، انسان دا الله دا قدرت مظهر دی، نو مونگا دا مکلفیت اومنل دا چیو؟ قانون تشریعی. الله تعالی چی دا قانون هر لوی مخلوق تا چی ورانده کو هر یو دا دینا معذرت و غخت. انا عرضنا الامانتا على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. الله تعالى فرمايت ما امانات امانات دغ احكام تشريعيه وقانون تشريعي ده الله شريعت ده الله احكام اسمانون تم اورندك زمك غرونك هر يوم معذرات وغخت. وحملها الانسان، انسان آماده شو چی دغه مسئولیت اومنی. انه کان ظلوما جهولا، بدون شک انسان ډیر لوی ظالم دی، پزان باندې ظلم کوي.
او ډیر جاهل دي د اشیاء په عواقب باندې نه پوي دا زموږ ستاس مسؤلیت دي دغه ته وایي تشریعي قانون او د انسانانو ټول انسانانو کامیابي په دې کې ده په تشریعي قانون او کله چې د دې په خلاف عمل وشي نو کامیابي نشته تباهي ده چې نن سبا موږ تاسو په دنیا کې ګورو متاسفانه دوستای عزیز که ما مکلفیت قانون تشریعی را قبول کردیم ولی امانت ضایع کردیم و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا انسان بدون شک ظالم و جاهل است دوستای نهایت عزیز اسلام به حکم این دین و قانون است دین و نظام است تمام جوانب زندگی ما به شکل درست به ما و شما راهنمایی کرد حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه می فرماید که وقتی که من تشریع می کردم سنت پیغمبر علیه السلام را در باره آداب وضو یک یهودی استهزاء به ما گفت یعلمکم نبیکم کل شی حتی الخراعه پیغمبر شما هر چی ده به شما یاد میده حتی طریق استنجا را گفتم نعم اجل یعلمنا نبینا کل شی حتی الخراعه استنجا از خود قانون داره آداب داره از این گرفته تا به محاکم تا به گشت و گذار قانون ترافیک تا به قانون خانواده قانون تجارت قانون رفت و آمد قانون اداره همه چیز در خدمت ما است ولی متاسفانه نه ایمان تأثیری داره و یا متاسفانه تجلی داره و نه هم قانون اینجا دوستای عزیز که تا به وقتی که انسانها یک نظامی در ما بینشان نباشد زندگی خیلی مشکل است در وقتی که قانون وقتی که ما قانون میگیم قسطم از یک قانون خداست و قانون شریعت است درست است که قانون وضعی خوبی هایی دارد نکات مثبتی دارد که او کاملا صراحتا در فقه اسلامی ذکر شد ولی خرابی هایم دارد امروز جنگی که در افغانستان در مابین اتباع محترم کشوری ما گاه گاه در پارلمان و گاه گاه در این طرف و او طرف هر کس در جیبش قانون است ماده فلان فقره فلان ماده فلان فقره فلان او قانون در جیبش میگردانه و بس اوقات هم میبینیم قانون اساسی ما و شما به شکل کتابچه که خورد در جیبی کسانی هست که مشکلات و کشمکش داره نه به خاطر تطبیق آن به خاطر از اینکه هر کس استدلال میکنه اینه ببینید در ماده فلان چی گفته است و از طرف نگه در ماده فلان چی گفته در فقره فلان چی گفته است این تعارض به خاطر چیست چون این تراوش ذهن انسان است این بزرگترین دلیل به ایست که انسان نمیتواند که قانون برای خود وضع بکند بلکه ضرورت دارد به خالقی که او را خلق کرده است و او برایش قانون وضع میکند چرا در اونجا قضیه تعصب وجود ندارد قضیه تعصب وجود ندارد قضیه چوکی خواهی وجود ندارد خودخواهی وجود ندارد و آنچه که پرزجات داخل انسان همه پرزجات ما و خودت مصنوع الله است شما اگر ببینید یک رادیو وقتی که در ژاپن جور می شود در گردن از او یک کتلاک آویزان است همون تو هست یا نیست کتلاک کتابچه که خورد نوشته است Made in Japan بعد از او در او رهنمایی است که این رادیو را ما چی تو استعمال بکنیم این تلویزیون را چی تو استعمال بکنیم و این تیپ را چی تو استعمال بکنیم همه چیز در او کتلاک نوشته است و چقدر برق ضرورت داره ما اگر طب که از او اگر بتانیم که او را بچلانیم پابند باشیم به با او کتلاک و به اصول و ضوابطی از او به شکل درست میتانیم که از او 10 سال 15 سال استفاده کنیم خب در کجا جور شده است؟ در ژاپن تو را کی جور کرده؟ کارخانه تا نشان بده بگو نه؟ کارخانه تا نشان بده
تو از کارخانه الهی، تو مصنوع الهی. ببین مصنوع یعنی مخلوق الله هستی. آن قدر تو دارای عظمت هستی و جایگاه هستی که به خاطر تو من یه گفه بارها گفته، رابطه الله با شیطان به ابلیس تیره شد به خاطر تو. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز باعث شد و منع کرد تو را از اینکه سجده بکنی به او انسانی و عززی که به دست خود او را آفریدم، با قدرت خود او را آفریدم، با دست بلا کیف خود او را آفریدم. این اعلان قرآنی است که مصنوع کیستی تو؟ دست بلا کیف الله. وقتی که یک چیز از ژاپن می ارزشش نسبت به اون چیزی که از چین می بالاتر است. ژاپنی است چینایی ولا نمی فهم در اینجا میدین ژاپن، نه فکر کنم که دغل کاری شده است، شاید در چین جور شده باشد به خاطر از اینکه ایراد بازارش گرم بسازند در بالای از این نوشته است Made in Japan. چقدر احتیاط میکنی؟ تو Made in کجاست؟ میفهمی خودت؟ تو رو کیا فریده است؟ الله. الله. بهترین افتخار برای تمی کفایت میکنه که تو چیستی؟ مخلوق دست بلا کیف الله هستی. خو. وقتی که او با او رادیوگک خود قانونی را وضع کرده است که بس اوقات با 15-16 ماده ارتقا میکند، او ذاتی همه کائنات در قدرت اوست و همه مخلوق از اوست، تو را عبث پیدا کرده. ایحسب الانسان ان یترک سدی؟ و انسان فکر میکند که بیهوده گذاشته میشود. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا گمان میکنین که شما را عبث آفریدیم؟ نه خیر، نه، با تمام جوانی به زندگیت الله قانون وضع کرده است. طبق اگر او اگر ما خود زندگی داشته باشیم آلی در حالت قرار نمی داشتیم. کسانی که لذت او قانون چشیدن و طبق او قانون زندگی کردن، نام هر کدامشان که میگیریم چی میگیم؟ رضی الله عنه. عمر بچه کاکای کدام موت بود؟ یا بچه خاله من؟ به مجرد اسم مبارکش گرفته میشود، مشام معطر میشود، وگرنه قبل از اینکه به این قانون مشرف شود وحشیترین انسانی که مانی در راه پیشرفت دعوت رسول بود. ولی خداوند وقتی که قلب از او را روشن می سازد و به این قانون انسان ساز می پیوندد، به این قانون انسان ساز می پیوندد، معدنی بیش قیمت در زیر خاک کشیده می شد، پالش داده می شد، بزرگترین چیزها از این ساخته می شد. الناس کالمعادن، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید انسان ها به منزله به مصابه معادین هستند. خیارهم فی الاسلام خیارهم فی الجاهلیه، بهترینشان در اسلام، اما کسانی هستند که اصلی درستی در جاهلیت یا قبل از اسلام داشتند، او اصل وقتی که درست گرد و غباری از او از بالایش دور می شود و او با آبی سرچشمه حیات بخش اسلام شست و شو می شود. ببینید که او تاریخ ساز، او مظهر عدالت، او مظهر امنیت، مظهر افتخارات تاریخی بشریت. و همچنین علی رضی الله عنه و عثمان و ابوبکر، عمر ابن عبدالعزیز و دیگر کسانی که این قانون درک کردند و این قانون در بالای مخلوقات خداوند تطبیق کردند. نه فقیر بودیم، نه مسکین بودیم، نه گدایگر بودیم، نه جیزکش بودیم. از بیت المال من غیر مسلمین به میلیون ها غیر مسلم، غیر مسلم که حتی به دین مبین اسلام مشرف نبودند، اهل ذمه از بیت المال من می خوردن. و خودت امروز اگر پول کلیسا و خیرات کلیسا بند شود از گرسنگی می مری. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. از بیت المال ما جهان می خورد
و امروز ما صندوق جهانی میگه سرمان بند. خدا خیر کنه خیانت های کابل بانک باعث شدی شده کمک های دنیا سرمان بند شد. سقوط کابل بانک میگه افغانستان از بین میبره. چی تبلیغاتی با چقدر منحد شدیم، چقدر از بین رفتیم. علت اساسی امیز دوستای عزیز که اصل خدا گم کردیم، اصل خدا گم. با چه شکل مصروف من ساختن، با چه شکل مصروف من ساختن؟ در جایی که مظهر تقنین است پارلمان، چی مظهر تقنین و تشریع در اونجا، وقتی که مشت و گریبان مقننین کرام که در کلی یک دیگر میزنن، کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی؟ از دریور چی گله؟ از کلینر چی گله؟ از دقان چی گله؟ از تاجر چی گله؟ فکر کنین که با کجا کشانده شد. دوستای عزیز، سعادت و پیروزی من در آنچه چه قسمی که شعاری سید جمال الدین افغانی رحمه الله بود، سعادت و کامیابی و پیروزی امت رسول در برگشت است با آن قانون و او شریعتی که اول امت اصلاح ساخت. این شعار سید جمال الدین بود. سعادت و پیروزی و کامیابی امت محمد مصطفی علیه السلام گره خورده است با او اصول و نظام و شریعت و قانونی که اول امت اصلاح ساخته. تا به اوجا نگردیم راه نجات نیست. کل دنیا آمد نجات دادن ما نتانیست، سرکدن ما نتانیستن، آباد کردن ما نتانیستن، آشتی دادن ما نتانیستن. آلی به هر طرف در گریز است، قسم اوزار می سازد که از عقیب بریم و عذر زارش بلی از خدا یک چند وقتی دیگه باش که ما کشته میشیم، از گریزنگی میموریم. با یه حد یه حد پوری یو انسان اخپل امت و انسانیت پریدی دخپل دین نلریشی، بیا دا اینده دو پاره مونگه ست توقعو کن چیز مونگه چه جوری خبل اندازه اول اگر فکر کنم چی دا احساساتی خبری ندی دا واقعات. فکر کنم چی تاسو طول ما سر پدی که متفقی کنه او کنه مخالف طول متفقی دغه مرز دغه تشخیص او دغه دوا مرز دا تشخیص دا او دوای دا. برگشت با اصل من، با خانه من، با آن چه که عزت من دوست، امنیت من دوست، عدالت من دوست، و دین و ارزش های دینی من، و فرهنگ من و شریعت من، و استقلال من و عزت و کرامت من، و همت من و شجاعت من و غیرت من. ید العليا خیر من ید السفلى، فرمان رسول است. دستی بلند بالاست از دستی که همیشه به ذلت پیش می شود. تا چی وقت این دست ذلت دستای از تا چی وقت چی چاره کنیم؟ چاره آسان است. بین توکل به خدا یک کار میکن، توکل به خدا در زندگی یک صفحه جدید باز میکنیم. امراضی که دامنگیر من است و مصروف من ساخته این را تداوی بکنیم با نسخه های مجرب قرآنی. تو کیست و ما کیست؟ دی کم زید؟ دی قندهار کاشی دقویه، دی کم زید؟ دی بدخشان کاشی دی خست وی. ببینید مردم در کجا روان است و ما در کجا روان. قندهاری کیست؟ دادرت. پامیری کیست؟ دادرت. پشتون کیست؟ دادرت. تاجک کیست؟ بیادرات. ازبک کیست؟ بیادرات. همه اعضای یک فامیل، همه اعضای یک فامیل. میوه های رنگارنگ. در همه اقوام، در همه اقوام افغانستان خوبی های صفت های عالی است. این صفات یک جا شود از این ملت عزیز و شریف و متدین قوی ترین ملت در روی زمین ساخته می شود. غیرت است، شجاعت است، ایثار است، تدین است،
مهمان دوستی هست، همت هست، تقبل مشکلات هست، صبر هست، استقامت هست. متاسفانه یک چیز نیست، او قیادت از احساس پاک، از احساس پاک اقوام عزیز و شریف افغانستان سوء استفاده می. خبر داری؟ تا چی وقتی ظلم قبول کنیم؟ کدام ظلم؟ زن پویکا نپویگه بلچات موقع مور کچی پا مونگ تاسی باندی ظلم موکی کدام ظلم؟ کم ظلم؟ و چار کلمات احساساتی از این بیشتر نگذاریم که شیرازه اخوت من از هم بپاش. قسم به ذات الله صراحتن براتن میگم، فرض کنیم پشتون یک طرف شد، تاجیکا یک طرف شدن، ازبکا دیگه طرف شدن، هزارا دیگه طرف شدن، والله العظیم پشتون ده خانه خانه کشته میشوند، با قبائل تقسیم میشوند، تاجیکا به سمتهای مختلف توزیع شده از بین میروند، ازبکا همچنین بر ریشه های مختلف تقسیمشان میکنن و از بین میبرنشان و همچنین هزاره ها. وقتی که اونا دشمن بتانه که ملت از هم بپاشه، میتوانن که قوم از بین ببرن. هرگیز ما امت هستیم. پیغمبری بزرگوار من به کلمه یا قوم هیچ جایی در قرآن نامده است. ان هذه امتكم امتا واحد، اقوام آدرس های مشخصی است که ما چه قسمی که قرآن میگه یک دیگر را پیدا میکنیم. یک دوست دارم در قندهار، از کجای قند؟ از فلان ولسوالی. از کدام قوم؟ از فلان قوم. از کدام گذر؟ از فلان جا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. با اقوام و قبائل بخاطر یک دیگر را بشناسیم، فقط به خاطر شناخت و تعالفتان الله جل ذکره با اقوام و قبائل مختلف شما، نه به خاطر از اینکه قومی به قوم. ان اقربکم عند الله اتقاکم، بهترین شما کسی است که به نزد پروردگار پرهیزگارترین شما باشد. فرصت نتین، بسیار وقتی خطرناک است. در حساس ترین مقطع تاریخ وطن قرار داریم، یا نابودی یا انشاءالله حیات و بقا. اگر این فرصت از دست دادیم و نابودمان ساختن، دیگه فکرتان باشه که دوباره برگشتمان با آغوش حیات بسیار مشکل است. الحمدلله همه برادر، الحمدلله همه عزیز زیر یک چتر، زیر آسمانی نیلگونی وطن که سقف وطن عزیزی ما را تشکیل میده. همه خوبی ها را خداوندی ملت پیدا کرده است. از بدی ها ما نباید بحث کنیم، هم بچر است. اگر چهار خوبی است در یک انسان، سه بدی، چهار جوانی بی مثبت داره، دو جوانی بی منفی داره. ما و شما همیشه منفی یک دیگره به اصطلاح تعقیب میکنیم، نه خوبی های یک دیگره. همه خوبی ها هست انشاءالله. دوستای عزیز، کامیابی ما و شما رئیست که به دین خود بر بگردیم، به شریعت خود بر بگردیم، به وحدت خود بر بگردیم، به یک پارچگی خود بر بگردیم، به همت خود بر بگردیم، به غیرت و شجاعت خود بر بگردیم، تا این که آینده ای وطن ما به یاری پروردگار، مسئولیت ای وطن ما به دوش داشته باشیم، حفاظت ای وطن ما بکنیم. آبادی وطن مکلفیت ما و خودت است. هیچ کس به خاطر از این آمدد که ترا آباد بسازه و ترا آرام بسازه و امنیت برات بده، این فکر و خیالت گم کن. خود تقویه شیم، خود سری پای خود استاتیم، خود اخوت و وحدت و قوت خود حفظ بکنیم. یا رب العالمین، به برکت دقایق پر برکت که لحظه ای که دعای دعا قبول می شود، رب العالمین همون لحظه ای که در روز جمعه دعا قبول می شود، همین لحظه بگردان. الهی ما دروازه را گم کردیم، آدرس را گم کردیم. پروردگارا ما هیچ چیز کرده نمیتانیم تا به وقتی که مدد و کمک تو نباشد. رب العالمین به ما کمک کن. الهی از دست ما بگیر، ما مظلوم هستیم.
بیچاره هستیم، سرگردان هستیم، حیران هستیم، پریشان هستیم، در بدر هستیم، پروردگار از این حالت ما را نجات بده. الهی از این بیشتر ما را دستخوش دیگران نساز، از این بیشتر ما را به دیگران محتاج نساز. مشکل پروردگارا گناهای ما را تو ببخش، در برابر بدبختی هامان، گناهمان، اشتباهاتمان، خطامان، جرممان پروردگارا ما را محاکمه نکن. تو رحمان و رحیم هستی، از دروازه عفو در گذرید به ما پیش بیار. الهی ما بین این ملت در هر گوشه و کناری که است پیوند اخوت دوباره زنده بساز پروردگار. ما بین امت اسلامی اخوت و یک پارچگی را زنده بساز. الهی دسته های نفاق آمیزی که در ما بین ملت ما کار میکنند پروردگار را قطع بکن. الهی کسانی که به خاطر وحدت و یک پارچگی امت رسول و ملت مسلمانی ما کار میکنن پروردگارا مخلصانه مبارزه میکنن، رب العالمین پیروزشان بکن. الهی دشمنان اسلام و خاک عزیزی ما و ملت شریفی ما را نابود بساز پروردگارا.